بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اشک بود مرا که به دنیا نمیدهم، این است گوهری که به دریا نمیدهم. عمر بود که گوشنشین محبتم، این گوشه را به وسعت دنیا نمیدهم. گر مهر ما را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدهم. سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا نمیدهم. امروز بزم ماتم زهرا بهشت ماست، این نقد را به نسیه فردا نمیدهم. با درود و سلام و صلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهرشان و سلام بر شما ساکنان دیار مهر و معنویت، به تماشای این برنامه خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت دارم ایام فاطمیه، شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما خوبان و عزیزان و بیننده های گرامی. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید جور صحتمند بوده، زندگی سرشار از صفا و صمیمیت و معنویت داشته باشید و ایام به کامتان باشه و طاعات عبادات و بندگی هایتان قبول و مقبول درگاه احدیت. خیلی خوشحال ما، خداوند را سپاسگزار که باز هم توفیق داریم تا با برنامه از شبکه جهانی هادی مهمان نگاه های ناب و نورانی شما خوبان هستیم و در محضر سرور ارجمندم جناب استاد مصباح. حضرت استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. خسته نباشید، از تسلیت دارم خدمت شما. بنده همچنان سلامت باشید. ابتدا اگر سلام علیکی با بیننده ها دارید بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدی و نصلی و نسلم على خاتم السفراء والمرسلين ابي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى اله الطاهرين وصحبه المنتجبين. در آغاز گفتگو بنده هم خدمت شنوندگان و بینندگان، خواهران و برادران، حاضرین و غائبین عرض سلام و ادب دارم و همچنین رحلت و شهادت جانسوز فاطمه زهرا سلام الله علیها، دخت گرامی رسول مکرم اسلام را به همگان تسلیت عرض میکنم و همچنان برای جناب عالی عواملی که این فضا و فرصت را برای گفتگو فراهم می آورند آرزوی توفیق و کامیابی دارم. بنده در خدمت شما هست. شما سلامت باشین استاد، خیلی ممنون از حضورتان و خوشحالیم که افتخار تلمذ در محضرتان را داریم. استاد، موضوع بحث نگرانی از آینده جهان در نگاه حضرت فاطمه سلام الله علیها هست. هستم در خدمت شما تا بدانمی که چی نگرانی های را نسبت به آینده داشته و نگرانی ها بیشتر در کدام بوده، زندگی بشر بوده و ای که دلیل نگرانی ها چی بوده و موضوعات دیگر را که شما انشاءالله بیشتر خودتان اشراف دارید و لازم میبینید نسبت به موضوع. با توجه به این که ما در ایام سوگواری این بانوی بزرگوار اسلام قرار داریم، طبیعتاً راجع به شخصیت حضرت زهرا و مسائلی که به گونه ارتباط با ایشان و مسائل مرتبط با ایشان هست، از زوایای گوناگون میتوان نگریست و آن را به تحلیل گرفت و بحث نمود، چنان که اندیشمندان و نویسندگان و عالمان دینی و کسانی که در حوزه مسائل تاریخی و اجتماعی و فرهنگی دارن فعالیت میکنن در این باب سخن گفتن. مسئله ای که به ذهن من رسید که در این چند دقیقه گفتگوی یا 40 دقیقه گفتگوی که با شما دارم به میان بگذارم با بینندگان عزیز، و یکی از پرسش هایی هست که به نظر من پرسش های مهمه به نظر می رسد،
نگرانی از آینده در نگاه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بله. وقتی ما این نگرانی نسبت به آینده جهان اسلام و امت اسلامی می نگریم، می بینیم از دوران رسول گرامی اسلام این نگرانی به گونه وجود داشته. به اختصار می توان یاد کرد، ببینید زمانی است عبدالله ابن مسعود نقل می کند، می گوید که ما با پیغمبر گرامی اسلام بودیم، ایشان نسبت به مشکلات، موانع، دشواری ها و انحراف هایی که پس از خود ایشان امکان و احتمال وقوع دارد سخن می گفت و نگران اون بود. خدمتشان عرض کردیم که یا رسول الله، اگر از جمع ما کسان اون زمان را درک بکنن مسئولیت چیه؟ ما چی باید بکنیم؟ بله. حضرت در یک جمله کوتاه می فرمایند اگر شما و کسان مثل شما چون این فضای آلوده و مه آلود را درک کردید، تؤدون الحق الذي عليكم و تسألون الله الذي لكم. بله. در چنین شرایط میگه هوش دارید که از مسیر حق به انحراف کشیده نشید. حقوق متنوعی که برگردن شماست نسبت به هر کسی که وجود دارد ادا بکنید و مسئولیت هایی که توامان با این حقوق به وجود می آید اونها را هم انجام بدید و در همه حال از خداوند بزرگ کمک بطلبید. از علی علیه السلام هم این نگاه یا نگرانی نسبت به آینده در کلامشان و در سیرهشان دیده میشه و بازتاب پیدا کرده. بله. مثلا شما در جای میبینید که حضرت میگه یأتی زمان لا یبقى فیهم من القرآن الا رسمه و من الاسلام الا اسمه. الله اکبر. میگه یه زمان خواهد بر جامعه اسلامی خواهد آمد که قرآن هست، اما اون چیزی که از قرآن است فقط همین خطوط و نوشته و ظواهرش. بله. و از اسلام فقط رسم و شعارشه، نه محتوا. مساجد میگه در اون زمان آمرتون من البنا و مساجدهم فیه آمرتون من البنا و خرابون من الهدا. مساجد وجود داره، مساجد بسیار مجلل و خوب از لحاظ ساختمان و امکانات و تجهیزات و زیبایی های معماری و امثال اینها، آمرتون من البنا و خرابون من الهدا، ولی از لحاظ کار کرد و این که چقدر میتواند جامعه را هدایت بکند خراب شده و توانمندی خود را از دست ندار، از دست میدهد. این تعبیر در کلام رسول گرامی هم هست که سیأتی زمان علا امتی لا یبقا من الاسلام الا اسمه، و همین عین این مفهوم که در کلام حضرت امیر سلام الله حضرت علی علیه السلام بازگو شد و بازتاب پیدا کرده اونجا هم نیز آمده. پس میبینیم یک امر مشترک، یک نگرانی نسبت به جهان اسلام، نسبت به آینده امت اسلامی و در مجموع به عنوان یک نگرانی نسبت به جهان انسانی وجود داره. بله. این نگرانی را هم ما در نگاه و سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها میتوانیم ببینیم. ببینید زمانی که رسول گرامی اسلام رحلت می کند و چشم از این دنیا می بندد، در جهان اسلام یک تغییرات و تحولات و عقب گردهایی است و ما محمد الا رسول. این مفهوم و مضمون آیه قرآن اتفاق می افتد و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. این پیامبر رسول است، مثل این پیامبر برای هدایت بشر از سوی خداوند آمده است. به هر دلیل اگر از این دنیا رفت، به مرگ طبیعی مرد، به شهادت رسید، شما برمیگردید به اون وضعیت پیش از
آنچه پیامبر گرامی اسلام آورده و هدایت کرده اگر چنین بشود خسران دنیوی و آخروی را تجربه خواهید کرد. این اتفاق میفته، یک نگرانی اینطوریه. بله. خب حضرت رسول گرامی اسلام رحلت میکنه، چشم از این دنیا میبنده و میراث بزرگی که برای ما آورده هست به دست نسلهای بعدی میسپارن. اتفاقات بسیار سرنوشت ساز و تعیین کننده و در ضمن غمناک اتفاق میفته. مردم جمع میشن، خب اون جریانه که شما همه در جریان هستن، اتفاقات بسیار سریع انجام میگیره و واقع میشه. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد همه جمعن، خلیفه اول، خلیفه دوم، مهاجرین، انصار. حضرت زهرا سلام، من کوتاه میسازم اینه که به بحثا بتوانیم برسیم. تو مسجد جمع میشه، میرن بر اون سخنرانی بسیار تأثیرگذار و به تعبیر آقایون آتشین اونجا انجام میده. سخن آغاز میکنه، خطاب قرار میده خلیفه اول و دوم ره، خطاب قرار میده مهاجرین و انصاری که در اون فضا و در اون مسجد حضور داشتن، حمد خدا را انجام میده در آغاز سخن و در آغاز کلام. بعد از حمد و ستایش خداوند به معرفی پیامبر گرامی اسلام میپردازه که این پیامبر کیه، برای شما مردم و برای شما ملت چی کار کرد، شما در گذشته چی بودید، زندگیتان که من در جلسات گذشته در بابش سخن گفتم و شما را امروز به کجا رساند و چه میراث برای شما به ارمغان گذاشت. بسیار عالی استاد، اگر اجازه بدین یک میان برنامه ببینیم. ببخشید بحث شما قطع شده دیگه، ان شاء الله ادامه. بیننده های عزیز و گرامی سپاس از همراهیتون، میان برنامه کوتاه رو با هم میبینیم و دوباره ما را همراهی کنید. تو زهرایی، تو زهرای محمد پروری زهرا، تو زهرایی، تو زهرای محمد پروری زهرا، رسول الله را هم دختری هم مادری زهرا، نبی را پاره تن روح ما بین دو پهلویی، امیر المؤمنین را رکن و کفو و همسری زهرا. گواهی می دهم ای روح احمد هستی حیدر، که تو هم مصطفی، هم فاطمه، هم حیدری زهرا. تو در بیت ولایت شمع سوزان علی بودی، تو جانان محمد بودی و جان علی بودی، چگونه حرمتت پامال شد ای سوره کوثر، چرا نقش زمین گشتی تو قرآن علی بودی، علی حق داشت گر از هجر تو سر و قدش خم شد، علی حق داشت گر از هجر تو سر و قدش خم شد، تو سر و باغ و بستان و گلستان علی بودی، نه در شام عروسی نه ز صبح روز میلادت، تو پیش از خلقتت در عهد و پیمان علی بودی، تو تا رفتی علی تنهای تنها شد، تو تا رفتی علی تنهای تنها شد، که تو تنها شریک درد و غمهای فراوان علی بودی، تو با دست شکست دست حیدر بودی ای زهرا، تو با عشق پیاپی چشم گریان علی بودی، ندارد شیر حق بعد از تو همتایی و همشعنی، ندارد شیر حق بعد از تو همتایی و همشعنی، تو همتای علی بودی و همشعن علی بودی. علی میدید مرآت الهی را بدیدارد، چگونه پیش چشم او جسارت شد بر رخسارت، چگونه پیش چشم او جسارت شد بر رخسارت. بیننده های عزیز و گرامی دوباره سلام عرض می کنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید. مثبت 964 780 255 40 13 در اختیار شما هست.
میتونید نظریات ارزشمند و ارزنده ایتان را از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساب ما با ما در میان بگذارید. ادامه برنامه با وقت بیداری را بیننده هستید، در خدمت جناب استاد مصباح هستیم. استاد سلام مجدد خدمت شما. ادامه بحث. اینجا این کارنامه پیامبر را و کاری که برای امت اسلامی کرده برای مردم یادآوری میکنه، یعنی در واقع یک نوع روشنگری و تبیین آنچه اتفاق افتاده اینها را بیان میکنه و بعد از اون میاد یک تصویر از دین و اسلام به اختصار میکشه به مردم بله. که میگین اسلامی که پیغمبر آورده به عنوان بزرگترین میراثش چیه؟ بله. آموزه های اساسی اون ره، مقاصد اصلی و گوهری دین ره بیان میکنه، مسئله عدالت ره، تأثیر عدالت در زندگی اجتماعی ره، اهمیت امامت ره، مسئله جهاد ره، زکات ره، خمس ره، نماز ره، احکام جزایی اسلام ره با فلسفهش به طور مفصل برای مردم توضیح میده و بعد نسبت به مهمترین مسئله جهان اسلام که مسئله هدایت و رهبری پس از رسول گرامی اسلام هست این مسئله را در اونجا بازگو می کند و به معرفی شخصیت علی علیه السلام و زحماتش، مقام علمیش، مقام اخلاقیش، کارکردها و فداکاری ها و تلاش هایی که برای در فرایند تأسیس اسلام و تا رسیدن اسلام به این مقام و منزلت و جایگاه در کنار پیامبر همه را به مردم بازگو میکنه. خب سخنرانی بسیار جامع و آتشین است. خب وقتی این سخنرانی رو میکنه خطاب به همه و همه، واکنشی که از عموم مردم میگیرن و از مسئولین خیلی واکنش امیدوار کننده نیست. حضرت زهرا مایوس میشود، مسجد را ترک میکند. حالا بعضی ها خب نقلای تاریخی، حالا چون ما بحث تاریخی نمیخواهم بکنم اینجا، خب هر کدوم از طرف طرف مقابله که مورد خطاب را حضرت زهرا سلام الله علیه بود صحبت های انجام میگیره. خب در هر صورت حضرت زهرا مایوسانه از این مسجد خارج میشه، به خانه برمیگرده، بعد از مدت مریض میشه و در بستر مریضی است. مردم وقتی اون سخنرانی و روشنگری و بیان بسیار مستحکم و مستدل حضرت زهرا سلام الله علیها را میشنوند، مهاجرین و انصار یک مقدار زن و مردش به خودشان میاد و میگه حالا ما چیکار باید بکنیم. خب حضرت زهرا در خانه خودش در مریضی هست، بخش از زنان مهاجر و انصار خدمت ایشان میرسه. وقتی خدمت ایشان میرسه کسب تکلیف میکنن، میگه ما الان نفهمیدیم، پشیمانیم، الان آگاه شدیم، چه باید کرد. حضرت زهرا اونجا اونا رو سرزنش میکنن، میگه مردانتان از لحاظ رفتاری، از لحاظ اندیشه های سست داشتن، متلون بودن، هر لحظه به ساز به تعبیر امروزی ها میرقصیدن و بعد باز هم یک اون بیدارگری رو انجام میده و آنچه اتفاق افتاده بیان میکنه و بعد متمرکز میشه روی اون که نسبت به آینده چه اتفاقی میفته. نگرانی خودش را از آیندهی که بر جهان اسلام و امت اسلامی خواهد رفت و مردم در چه شرایط و اوضاع قرار میده به اینها بازگو میکنه. در آخر همین گفتگو و سخنی که با اینها انجام میده حضرت زهرا چند جمله را بیان میکنه که در واقع وضعیت آینده پس از رسول گرامی اسلام را ترسیم میکنه. میفرماید و ابشروا بسیف صارم و ابشروا بسیف صارم و بقرح دائم شامل و استبداد من الظالمین يدع فيئكم زهيدا و جمعكم حصيدا یا حسرة لهم و انا بكم و قد عمید عليهم الانباء انلزمكموها و انتم لها كارهون. مردم میگه من شما را نسبت به آینده بشارت میدهم، یعنی اون آینده ای که شما را خواهد گرفت و مواجه با آن شدید دارای این ویژگی است. بشارت میده چی؟ و ابشروا بسیف صارم، شمشیرهای برنده.
که بالای سر این مردم و این جامعه فعال و گسترده خواهد شد و به قرح دائم شامل. بعضی ها تو بعض نسخ دیگر این به حرج دائم شامل هم آمده. به قرح یعنی به زخم ها و خشونت های درگیری ها و خشونت های ساختاری نهادینه شده غیر قانونی و استبداد من الظالمین و استبداد از سوی ستمگران، که این استبداد در نظام زیستی شما چی در عرصه حکومت، مسائل فرهنگی، دینورزی، اقتصادی و اجتماعی همه را پوشش میده، به ویژه مسئله مدیریت و هدایت جامعه که این نگرانی کلیدی حضرت زهرا سلام الله علیها است که عرض کردم در همین نشستم به مردم برامین مهاجرین و انصار میگه شما را چی شده که نالایقانتان جای نالایقان را جای نالایق ها شاندید، نادانان را جای دانایان شاندید. به آیه شریفه تمسک میگه افا من یهدی، تو آیه مبارکه هست میگه طبق این آیه شریفه میگه اون کسی که خودش هدایت شده سزاوار هدایت جامعه است، یا اون کسی که خودش گمراه هدایت نشده و نیازمند به هدایت هست اون را که باید هدایت بشه اون سزاوار این است که رهبری. شما کسانی هستید این مردم که این کار را کردید، کسی که خودش هدایت نشده و را قاضی قرار میده. بله، این را بیان میکنه، به مردم بازگو میکنه. اینجا در واقع میگه که استبداد من الظالمین، استبداد یک نظام استبدادی را در عرصه رهبری و مدیریت جامعه شاهد خواهید بود در آینده از سوی ستمگران، که این استبداد به عنوان یک باور، به عنوان یک رویه در مسئله حکومت و حکمرانی بر فراز شما استقرار پیدا خواهد کرد و جامعه شما را هدایت کرد. یدعفیکم زهیدا، در این حالت در آینده شما گرفتار چی میشید؟ معیشتتان و اقتصادتان به فساد و تباهی کشیده میشه. زهید به زه به معنی کم ارزش ساختن، ضعیف ساختن. یدعفیکم زهیدا، در اون شرایط اقتصادتان، معیشتتان رو به ضعف می نهد و فعالیت های مولد شما به تعبیر امروزیان آهسته آهسته کم ارزش می گردد. و جمعکم حسیدا، و در بعض نسخ و زرعکم حسیدا آمده، و جمعکم و جمعکم حسیدا، همبستگی شما به پراکندگی تبدیل میشه، به غارت برده میشه. حسید یعنی زمانی که شما محصول ده درو میکنید میبرید، یک کنایه، یک تعبیر زیباست. و جمع اکم یعنی این همبستگی شما را تبدیل میکنن به پراکندگی، و به تعبیر امروز سرمایه اجتماعی برونگرا در این جامعه بیفروغ میشه، سرمایه اقتصادی به رکود مواجه میشه و از بین میرود. شما پس گرفتار چی میشید جامعه؟ یک، سرمایه اجتماعی برونگرای شما، همبستگی شما از بین میره، اقتصادتان، معیشتتان به فساد و تباهی کشیده میشه، خشونت و رفتارهای خشن به صورت غیرقانونی در جامعه نهادینه میشه، درگیری و جنگ یکی از ویژگی های زیست شما خواهد بود همواره، و آنچه بر کل این نظام زیستی شما در عرصه های گوناگون به ویژه نظام حکومتی مسیطر و مسلط خواهد شد یک نظام استبدادی است که به عنوان یک روه و باور در درون جامعه اسلامی به وجود می آید. این جای حسرت، فیا حسرتا لهم، یا در بعضی ها میگه لکم، پس حسرت بر شما، انا بکم، چی شده به شما؟ قد عمید علیهم الانبا، شما در یک حالت ناآگاهی و نادانی به سر میبرید. حالا وقتی این از آینده شما، گذشته شما این بود در کسی که شما را به راستی و
رستگاری و پیروزی و عزتمندی و رشد و تکامل هدایت میکرد به دنبالش جمع نشدید. این آینده شماست. انلزم کموها و انتم لها کارهون. خب حالا آمدید شمایی که خود نمیخواهید تغییر پیدا بکنید، تحول پیدا بکنید، پس نمیشه من شما را مجبور بکنم به کاری که از اون کراهت دارید. پس اجبار در زندگی و در جامعه اسلامی معنا نداره. این همه مشکلات ها را اینا را این خودشان تحمل میکرد. یک چیزی که خیلی استاد جای سوال داره، شاید برای خیلی سوال ایجاد بشه، یکی تمام همین اتفاق ها در یک محدوده زمانی خیلی کم، یعنی بعد از مثلا رحلت پیامبر مکرم اسلام همین اتفاق افتاد دیگه، همه همینا خلاصه در جامعه نمودار شد و پیدا شد. اینها مثلا چرا این جامعه با این که حضور پیامبر را درک کرده بود، مثلا حضرت زهرا، حضرت مولای متقیان، امیر مؤمنان، با این همه هادی و راهنماهای خوبی را که در میانشان داشتن، این همه زود مثلا همه را فراموش کردن و همه بازم شدم و آشام و کاسه و رقم کی اتفاق افتاد. البته این صحبت که خب چرا جامعه برگشت به گذشته، خب من اگر دوستان حضور ذهن داشته باشه، برخی از این علل و عوامل در گذشته بیان کردم. چون بحث ما فعلا در اینجا این مقوله نیست، این اگر بخوایم باز بکنیم قهرن از بحث اصلی باز میمونیم. بحث جدای سوال دقیقا مرتبط با بحث امروزی این سوال نیست. بنابراین این اتفاق افتاد، پس نگرانی اصلی حضرت زهرا از سلام الله علیها از آینده از چی امور است؟ در قواره های بزرگ در رأس اینها استبداد نظام زیستی که در رأس اون نظام حکومتیه که جامعه و جهان اسلام گرفتار این استبداد میشه. بله. سرمایه های اجتماعی از بین میره، سرمایه اقتصادی رشد و امثال اینها جامعه باز خواهد ماند. جامعه در جامعه همیشه گرفتار تنش و درگیری و خشونت‌های ساختاری غیر قانونی خواهیم بود و جنگ و درگیری مهمترین مشخصات این جامعه هست. هر یکی از اینها، یعنی این آیندنگری که در سخن حضرت زهرا سلام الله علیه است، هر یکی از این محورها 4-5 تا محور هست که مشخصات آینده جهان اسلام و جامعه مسلمین را پس از خودش هم در اون بره و هم در بره هایی که تا اکنون هست. شما وقتی این 5 محور را میبینید، یعنی سرمایه های اجتماعی آسیب میبینه. بله. از لحاظ اقتصادی و معیشت گرفتار فساد و تباهی عقبگرد میشیم. درگیری ها به نام درگیری مذهبی، فرقه‌ای و قومی و قبیله‌ای همچنان رشد خواهد کرد. و مهمتر از همه ما شاهد برآمدن و اعمال یک نظام استبدادی در تمامی عرصه‌ها به ویژه در نظام مدیریتی و حکومتی است. امروز هم جامعه اسلامی گرفتار این درد و این مرض است و در طول این تاریخ وقت نگاه کنیم، بدنه وسیع از تاریخ را اگر مطالعه بکنیم، تمامی این 5 حالت در جامعه اسلامی فربه روشن تجربه شده و حاکم بود. بسیار عالی استاد. یک میان برنامه کوتاه رو ببینم و بعد دوباره تشکر از این که نگاه های نابتان را در این بخش از برنامه هدیه دادید. میان برنامه کوتاه رو با هم میبینیم و دوباره ما را همراهی کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. پرستوی مهاجرم چرا زلانه می روی؟ اگر زلانه می روی چرا شبانه می روی؟ قرار من شکیب من مهاجر غریب من
فدای غربتت شوم که مخفیانه می روی حیات جان امید دل علی بود ز تو خجل که با کبودی بدن ز تازیانه می روی کبوتر شکست پر کبوتر شکست پر مرا به هم رهت ببر چرا بدون جفت خود ز آشیانه می روی چهار طفل خون جگر زنن در غمت بسر تو بر زیارت پدر چه آشقانه می روی علا بروخ نشانت مگر شکستشانت که موی زینب این خود نکردشانه می روی نکردشانه می روی همای بی ترانم همای بی ترانم چرازی آشیانم بکوی بی نشان خود پر از نشانم می روی فتاده بر دلم شرر که تو در این دل سحر فتاده بر دلم شرر که تو در این دل سحر ز همسرت غریب تر برون ز خانه می روی برون ز خانه می روی صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء یا سیدت نساء العالمین. گندم از دسته دستاس تو برکت دارد، دست لطف تو به هر چیز محبت دارد. بی وضو دست به نام تو زدن جایز نیست، نام تو اسمت محض است قداست دارد. سائل آمد در این خانه و حاتم برگشت، در کرم حضرت صدیقه قیامت دارد. روز محشر همه بر پا و تو بر ناقه سوار، تا بدانن همه فاطمه حرمت دارد. دوباره خوش آمدید، سپاس از این که در کنار کانون گرم خانواده همچنان ما را همراهی میکنید. ادامه برنامه با وقت بیداری هست و در خدمت جناب استاد هستیم، بفرمایید. پس می‌بینیم که این پنج حالت و وضعیت را برای آینده جهان اسلام چه در اون برهه زمانی و چه پس از اون ترسیم و پیش‌بینی می‌کنند. خب بالا ممکن این سوال پیش بیاد که خب این پیش‌بینی‌ها جز غیب‌گویی‌های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه بوده یا خیر؟ نه، غیب‌گویی نبوده. وقتی شما همین خطبه آتشینش را یا خطبه قرایی که در سخنرانی که در مسجد انجام داد و بعد در بستر بیماری زنان مهاجر و انصار خدمتش آمد و این مباحث رو دوباره مطرح کرد، شما میبینید علل و عوامل این که بر عصب آنچه در گذشته اتفاق افتاده و جامعه از لحاظ مردم از لحاظ روانشناسی از لحاظ شخصیتی از و ساختار جامعه به چه شکل در آمده است، اینا رو وقتی تحلیل میکنه بر حسب این داده ها آینده رو به طور روشن و مشخص بازگو میکنه که به چه سمت خواهد رفت. پس بنابراین خیلی دلیل و علل و عوامل روشن انسانی قابل آزمون و تجربی بوده که بر حسب این مردم رو میدید دیگه، صحبت از این غیب‌گویی نبوده که ما غیب‌گویی بودیم. حالا همونطوری که عرض کردم این پنج حالت امروز هم جهان اسلام گرفتار اون است. در میان این اون چیزی که بسیار مهم استبداده.
استبداد که تبدیل میشه به یک رویه، تبدیل شده به یک باور عمومی، خصوصا برای در عرصه حکومت و حکمرانی. این استبداد چیز بدیه. بد نیست که ما ببینیم چرا حضرت زهرا سلام الله علیه از این استبداد که به ویژه به نام دین داره شکل میگیره گریزان بود و این خطر بسیار بزرگ برای جامعه اسلامی برمی‌شمرد. پس بنابراین بد نیست که ما پاره از مشخصات و لوازم استبداد را بدانیم. استبداد اولین قربانی یا مهمترین قربانی اون خردورزیه و اندیشیدنه و آگاهیه. یعنی وقتی به سمت استبداد میریم، خردورزی، اندیشیدن، آگاهی، بینایی و بصیرت، آزادی بیان، آزادی اندیشه و اعتقاد را می ستاند. شما میبینید میگه لکل شیئن، از رسول گرامی اسلام و حتی معصومین هم پس از اون بیان میکند، خود رسول گرامی اسلام عرض میکند لکل شیئن دعامتون و دعامت الدین العقل. میگه هر چیز رو وقت شما لحاظ میکنید یک ستون فقرات داره، یک استوانه داره و تکیگاهی داره که بر اون استواره. اون ستون فقرات دین، اون استوانه و تکیگاه دین هم چیه؟ عقل. لکل شیء دعامتون و دعامت الدین العقل. پس این دینی که بر بنیاد عقل استوار است، به نام دین مانع آزادی میشید، مانع آزادی بیان میشید، اندیشه میشید، اعتقاد میشید، اندیشیدن و خردورزی و آگاهی را از بین میبرد. دومین لازمه و پیامد و مؤلفه ساختاری و کارکردی، این موارد را که ذکر میکنم میتوانید به عنوان لازمه اون لازمه استبداد بر بشمرید و به عنوان مؤلفه های ساختاری و کارکردی استبداد. دوم سلب اختیار و انتخابه. یعنی وقتی شما در یک جامعه نظام استبدادی حاکم باشه، در نظام استبدادی حق تعیین سرنوشت، اعمال اختیار و انتخاب در اون جامعه بیفروغ و از بین می رود. شما ببینید تاریخ را وقت مطالعه می کنید، خلیفه اول با چه روش قدرت را بعد از پیامبر به دست می گیره؟ یک شورای 5 نفره شکل می گیره. این شورای 5 نفره نصب می کنن خلیفه اول. خلیفه دوم از طریق نصب خلیفه اول به قدرت به دست میگیره و رهبری جامعه اسلامی رو به عهده دار میشه. خلیفه سوم هم با شورای 6 نفره این مقام رو به دست میاره. شما از همون اول شکل گیری به قدرت رسیدن خلیفه اول یک تئوری دنبالشان، یعنی اونجا میگن که خود حضرت زهرا سلام الله علیها هم در سخنرانی که در مسجد در مقابل مردم مهاجر و انصار و در مقابل خلیفه اول و دوم کرد و بعد در خانه در حین مریضی هم دقیقاً به این تئوری فتنه میگه، آمدید شما آمدید در جامعه گفتید فتنه به وجود میاد، جبلای جلوگیری از فتنه و آشوب و توطئه ما ناگزیر یک نفر به سرعت جایگزین پیغمبر بکنیم. با تمسک و توسل به فتنه این انتخابات یا این انتصابات شکل میگیره. اما وقت شما میبینید حضرت امیر سلام الله علیه این مقام و مسئولیت را میپذیرن، رضایت و مشارکت و انتخاب آزادانه عموم اتفاق میفته و حضرت امیر این مسئولیت را در یک فرایند که اصل انتخاب و اصل اختیار مردم و عموم مردم نه 2-3 نفر کاملا در اونجا پیدا هست و حضور دارن شکل میگیره و این مسئولیت به عهده‌شان گذاشته میشه. حضرت رسول گرامی اسلام جمله داره میگه ابن ابی طالب لک ولا امتی، ای علی حق مدیریت و رهبری امت اسلام مال تویه، شما شایستگی داری. این جمله رو برایشان میفرماید که بعد میگه فئن ولوک فی عافیت وجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم. اگر بدون تردید بهترین فرد توی شایسته توی، اگر آمدان مردم فإن ولوک فی عافیتن، در یک حالت که مردم از سلامتی روحی و جسمی برخوردار بودن و بدون اجبار و اکراه تو را برگزیدن همه مشارکت کردن،
فَإِنْ وَلُّوكَ فِي آفِيَةٍ وَجْمَعُوا عَلَيْكَ بِالرِّضَى فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ. پس این مسئولیت را بپذیر، و الا اگر این کار را نکردن و به این شکل نبود، و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما فيهم. اما اگر اختلاف کردن، این انتخاب با مشارکت و حضور از روی رضایت، از روی آگاهی، از روی اختیار نبود، کارشان را به خودشان واگذارید. از این طرف هم به مردم حضرت امیر، حضرت رسول گرامی اسلام میگه، خیلی جمله جواب میگه که ان تولوا و ان تولوها، اگر حضرت علی علیه السلام را برای مقام حکومت بپذیرند و به مردم میگه اگر این را به این مقام برسانید و یا همراه و همگامش بشید، تجیدوه هادیاً مهدیا. علی علیه السلام فرد است که هم خود هدایت شده هم هدایتگر بجاست. وقتی حضرت امیرم بعد از اون انتخاب و حضور و مشارکت همه مردم، قدرت به اصطلاح مسئولیت را به دست میگیره، در مسجد مردم را جمع میکنه، یا ای میفرمایم یا ایها الناس ان هذا الامر، یا اینطوری تعبیر میکنه، میگه لیس لاحد حق فیه الا من امرتکم به. ای مردم خوب بدانید که ایها الناس ان هذا امرکم، ای مردم این امر، این مسئله رهبری جامعه جزء حقوق شماست. ایها الناس ان هذا امرکم و لیس لاحد حق فیه الا من امرتهم به، این حق شماه، هیچ کس حق تصدی و گرفتن این مسئولیت را ندارد مگر این که با رضایت، اختیار و آگاهی شما این مسئولیت به اون سپرده بشه. پس این بس شدین، ولی خب کمتر از دو دقیقه وقت دارم، ببخشید. بنابراین این دومین لازمه و یا در واقع ویژگی یا مؤلفه استبداده که سلب اختیار و آگاهی میکنه، در حالی که اسلام همونطوری که عرض کردن در واقع در نقطه مقابلی. در نظام استبدادی شبکه کیفری به تعبیر علمی گسترش پیدا میکنه، یعنی این که شما در جامعه پدیده ها و رفتارها را که شامل مثلا نابهنجاری، بزه، انحراف، همه و همه را یک کاسه میکنه و برخورد کیفری با این میشه، وصف مجرم بودن را بر اکثر رفتارها حک میکنه، یعنی یک توسعه در مفهوم و مصادیق رفتار مجرمانه. این ویژگی چهارم، سوم یا چهارم؟ سوم. ویژگی یا مؤلفه چهارم، گسترش شبکه های پلیسی و امنیتی. من به اختصار بیان میکنم که آدم فهرستش بیان بشه. یعنی در نظام استبدادی نگاه امنیتی و نگاه پلیسی در تمامی سطوح زندگی مردم نمودار میشه. در همینطوری من بیان میکنم، معددش دست شما و نشنم. مؤلفه دیگر، انحصار قدرت در یک فرد و در خوشبینانه ترین حالت در یک گروه و حزب، مثل که شما الان در چین دارید کمیته مرکزی حزب کمونیست تمام قدرت را داره. فرد یعنی فرمان و روا و رهبر فراتر از حقوق و قانونه، و حقوق و قانون عملا وجود نداره، و یا آن چرا که خود فرمان و روا و رهبر در نظام استبدادی میطلبد، اون در واقع تبدیل میشه به قانون. و به تعبیر کسانی که تو سیاست جنایی کار کردن، در اینجا قیاس حقوقی و قیاس قانونی اعمال میشه. جابجایی قدرت معمولا از طریق زور، اون هم زور پرزور و یا به طور موروثی انجام میگیره. تسلط و سیطره فرمان روا یا اون فرد حاکم، یا به تعبیر قوه مجریه بر قوه مقننه و قوه، این چیزی به نام قوه قضاییه یا مقننه یا وجود نداره، یا اگر وجود داره در حقیقت در خدمت و ابزار قوه مجریه یا فرد رهبره. بسیار استاد. فربه شدن غلو، تقدس و تهجره. مؤلفه دیگری که در نظام استبدادی این است که اصل مجرمیت، اصل گناهکار بودن، اصل حذر، جایگزین اصل براحت، اصل سلامت، اصل صحت و اصل اباحه میشه. بسیار استاد. یک دو مورد مانده، بیشتر نیست اینم بگم دوستان. حریم خصوصی
در نظام استبدادی وجود نداره. حوزه عمومی کاملا بیفروغ میشه و از بین میره. در نظام‌های استبدادی رابطه جامعه و مردم با دولت این است که با مردم و جامعه ضعیف و دولت قوی مواجهیم. فستف در داستان حضرت موسی می‌خوانید فاستخف قومه فاتاؤه، این است که حضرت موسی ببخشید که فرعون میگه ما اوریکم الا ما ارا. در این جامعه نظام استبدادی وقتی که مردم ضعیف باشه دولت قوی باشه، اون فرمان روا یک فردیا میگه هر چیزی که من برای شما میبینم همونه، حق امون، غیر از اون چیز دیگری نیست. بسیار. و یکی از ابزارها و برنامه های یا سیاست هایی که در نظام استبدادی برای ادامه قدرت اعمال میشه توطئه، فتنه و دشمن سازیه. در نظام استبدادی قدرت و حاکمیت و حکمرانی هیچ نوع پاسخگویی به هیچ کسی ندارن. مردم، رضایت مردم، مشارکت مردم در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی نقش و تأثیری ندارد. این چند تا ویژگی های نظام استبدادی است که هر کدامشان نیازمند به تحلیل و تبیین دارد که به یک وقت دیگر باید انجام دارد. تشکر. من به صد منت خواهش ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از این تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه شب وقت بیداری تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همتان رو بر الله پاک به همتا میسپارم. ایام به کامتان، وقت خوش، خدا نگهدار. عليك يا أجمل خلق الله.